الان میخوام بهتون نشون بدم چطوری با کمترین مواد اولیه و چیزایی که تو یخچال دارید یه چند تا توست درست بکنید که سسش خیلی خوشمزه است، تقریبا شبیه به پیتزاه، و اگر مهمون ناخونده سری دارید و میخواید اون رو سورپرایز بکنید بتونید اون چیزی که باید و دلتون میخواد رو در بیارید. به خاطر همین توی مرحله اول و برای درست کردن سس، من اول گوجه ها رو برش میدم، اما این تیکه های ریشش رو بگیرید، اینا رو خیلی خوردشون نمی کنم، تا همین اندازه کافیه، یعنی تقریبا هر گوجه رو 8 قسمتش کنید این شکلی. این از گوجه ها، و برای عطر جالب یه دونه فلفل دلمه. اول توش خالی کنید کامه، بعد برشش بدید. اینم تو همین ابعاد مثل گوجه ها. و الان وقتشه که بریم رو گاز. خب روغن زیتون اول، سری گوجه و فلفل دلمه رو بریزید و حرارت رو کم بکنید. نکتهش همین. این از این. بریم سراغ ادویه ها. پودر سیر میریزم اول. اگه دوست داشتید سیر تازه میتونید بندازید، ولی اگر روی بوش حساس بودید همین پودر سیر خوبه. آویشن و در نهایت نمک و فلفل سیاه. حرارت کمه دیگه گفتم. از این سس میتونید استفاده های خیلی زیادی بکنید، توی پیستا، توی پیتزا پاستا، ساندویچ و حالا این توستایی که دارم نشونتون میدم. حرارت کم و یکم صبر چاشنی کار کنید. الان اینو میذارم کارش انجام بشه. بریم سراغ بادمجون. برای روشم بادمجون میخوام سرخ بکنم. اول برشش بدم. از چیزهای دیگه هم میتونید استفاده کنید. قارچ، زیتون، استیک، مرغ، گوشت یخ کرده، بادمجون ناکنید. این برش های انقدی عالیه. زخامتش رو میبینید؟ اینا این زخامت رو ما میخواییم. روغن رو بذارید داغ بشه، باز بریم سرخشون کنیم. اول با حرارت زیاد بذارید تا روغن داغ بشه. روغن سرخ کردنی. بادمجون رو بذارید داخلش. حواستون همزمان به سس هم باشه. به به. قیافه ظاهریش الان برای اون مهم نیست، این اگر له هم شد بذارید بشه، اشکالی نداره. و چه بوی خوبی داره، چقدر این خوبه، این سس عالیه، عاشقش میشید. زود هنوز. خیلی نباید سرخش کنیم چون چند دقیقه هم قرار بره تو فر دیگه، یادتون باشه. برشون گردونید. به به.
یه دقیقه دیگه برشون میدارم. به به، عالیه. خب اینم از این. خب این الان داغه دیگه، درسته؟ پس من یکم نمک بهش میزنم. بریم سراغ سس. این حد نهایی پخت سسه. بریم پورش کنیم. خب نگاه کنید، اون آب تهش هم نیاز داریم چون به غلظت سسمون کمک میکنه و همچنین پوستای گوجه. پوستای گوجه خودش یه ترشی باحالی داره. الان یکم پنیر بهش میریزم، پنیر فتا خامه ای هم میتونید، ولی این شوری باحالی داره. حالا خوب اونو پورش کنید. ناکنید قشنگ پوره یه دست. بریم اون بر. خب همه چی اینجا آماده است. ما اینجا بادمجونای سرخ کرده رو داریم، پنیر ورقه یه گودا رو داریم، یه کوچولو من اینجا پنیر موزارلای تازه دارم و سه تا نون توست. اول از این سس رو هر کدوم از اینا میریزم. قشنگ صافش کنید، همه جاشو بگیره. راستی فرم زدم داغ شده. فر الان دیگه داغه داغه. خب این یه تیکرم باید تمیز کنم ها، چون تو فر میسوزه. این یه تیکه که ریخته. من دو تاشو با این پنیر ورقه یا درست میکنم، اون یکی رو با موزارلا. بذارید قشن پنیر رو. این یه دونه رو دو تا پنیر میذارم، واسه کسی که پنیر بیشتر دوست داره. اینا یه دونه کم پنیری تر و توی اون یکی موزارلای تازه میذارم. اینجوری بگیرید قشنگ بازش کنید و بذارید روی اینا. به به، اینا اصلا همین الان آمادن که برن تو فر. بادمجونم میذارم، گفتم بهتون این یه تکنیکه، هر چیزی جای بادمجون شما میتونید بذارید و سورپرایز شید از مزهش. در حد چند دقیقه میره تو فرا، چون نون توست بشه پنیر آب بشه. هم دو و سه، آخریش یک دو سه چهار دیگه. دونم بذارم رو این. آماده رفتن توی فر. نگاش کنید. دمایی که برای فر در نظر گرفتم 220. حواستون باشه دقیقه نمیدم، چون با توجه به اتاق فرتون زمانش فرق میکنه. دما هم بالا پایین فن. همینجا وایسید ببینید چه اتفاقی میفته. سریع آب میشه، سریع درست میشه. اخ 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 اخ، اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینید، اینو ببینید شما. به به، یک دو و سه به ترتیب با پنیر گودای کم، پنیر گودای زیاد و پنیر موزارلا. کدوم انتخابتون؟ شماره یک یا دو یا سه؟ من خودم موزارلا رو انتخاب میکنم، بنابراین میذارمش این پایین. یه برشی بهش بدیم.
اوه 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 نگاش کنید چقدر بامزه است. اینو ببینید با چه بوی. بهتر از این نمیشه. عجب مزه داره اون سس، شاهکاره، باورتون نمیشه. امیدوارم که لذت برده باشین. حتما درست بکنید اینو، رو نون باگت میتونید بذارید، رو خمیر پیتزایی که حالا قبلا بهتون آموزش دادم میتونید بذارید. نکته مهم فقط سسشه دیگه. فعلا خدافظ.